نشست شورای امنیت سازمان ملل ساعتی پیش تموم شد، چه گفتند و به نتیجه آرای رسیدند؟ اون نتیجه نهایی اینه که 15 کشور شورای امنیت خواستار شکل دادن یک دولت شدن، یک دولتی که فراگیر باشه، دولتی که مشارکت همه رو در بر داشته باشه، به خصوص تأکید بر اینه که این دولت با مشارکت معنادار زنان اتفاق بیفته و البته خب تأکید کردن بر پایان دادن تنش‌ها و یک تاکید دیگه هم داشتن شکل دادن این دولت باید منوط بر گفتگوها باشه. این پیام اصلیشونه. اما آنتونیو گوترش وقتی شروع کرد خب از نگرانی‌هاش گفت و اینکه این تصاویر پر از آشوب، پر از وحشتی که می‌بینیم ممکنه باعث بشه که احساس کنیم که بیم امید و آرزو در افغانستان از بین رفته و او تاکید بر این داشت که حقوق بشر باید حفظ بشه، به خصوص زنان و دختران، و همچنین افغانستان تبدیل نشه به جایی برای بروز و ظهور تروریسم دوباره، و از جامعه بین الملل خواست که مردم افغانستان رو تنها نگذارن و یک صدا باشن برای رقم زدن این خواسته ها. آیا واقعا یک صدا خواهند بود؟ این البته خواسته نماینده افغانستان در سازمان ملل بود که خودش رو به عنوان نماینده چند میلیون افغانستانی که در تعلیق به سر میبرند دونست، آقای غلام اسحاق‌زای. او هم گفتش که خواست از جامعه بین الملل که این دولت رو بدون اشاره به نام طالبان، دولتی که به زور به قدرت رسیده رو به رسمیت نشناسن، و او هم خواستار این بود که یک دولت همگیر و همشمول شکل بگیر. اما آیا واقعا این یک صدایی بود؟ این نماینده های دائم بریتانیا و آمریکا شکل دیگه‌ای برخورد کردن؟ به نظر نمیرسه که اونها حاضر باشن الان حداقل طالبان رو به رسمیت بشناسن. اما روسیه صحبت از این کرده بود که در واقع با طالبان همکاری میکنیم و دعوت کرده بود از مثلا پاکستان و ایران هم که در این در واقع ارتباط مشارکت داشته باشن. موضع چین موضع خیلی قابل توجهی و تاثیرگذار. چین از این گفته بود که اون چیزهایی که تا به حال افغانستان بهش اشاره، طالبان بهش اشاره داشته، اونها رو جدی میگیره، تأمین امنیت و در واقع حفظ حقوق بشر، برای همین امیدواره که طالبان بتونه رقم زننده این تعهداتش باشه. ممنونم از تو. آرش، از تو بشنویم. جمهوری خواه ها و دموکرات ها هر کدومشون دارن از زوایای مختلف به این موضوع میپردازن. به ما بگو بیشتر چه داری؟ ببین، درست نیم ساعت پیش سناتور سکات نماینده جمهوری خواه از ایالت فلوریدا در نطق خودش در صحنه علنی سنا از نمایندگان کابینه دولت بایدن خواست که رأی به عدم کفایت رئیس جمهوری بدن به دلیل اون چیزی که ایشون افتضاحی که در افغانستان به وجود اومده رو خوند و گفتش که کابینه بایدن باید رأی بدن به برکناری رئیس جمهور و واضحاً رئیس جمهوری توان در واقع این که بخواد این کار مهم رو به درستی انجام بده و طبق نصیحت‌ها و گفته‌های فرمانده‌های ارتشی عمل بکنه نداشته. غیر از اون صحبت دعوای بین دونالد ترامپ و جو بایدن رو در گزارش نرگس اوروبخش شنیدیم. آقای ترامپ هم گفته که آقای بایدن باید استعفا کنه. اما چیزی که کامیار الان من پشت سر هم دارم میبینم تو شبکه‌های مختلف تلویزیونی آمریکایی داره راجبش صحبت میشه، مقایسه عکس‌های تخلیه سفارت آمریکا در کابل هست با عکس‌های سفارت آمریکا در ویتنام در دهه 70 میلادی. دو تا عکسی که شبکه‌های مختلف آمریکایی کنار هم دیگه گذاشته بودن و داشتن مقایسه می‌کردن، یک هلیکوپتر شینوک، یک هلیکوپتر تنابنی شینوک که ارتش آمریکا در حال تخلیه کردن در سال 1975 در سایگون ویتنام و در الان در سال 2021 در کابل. و این صحبتی بود که آقای بایدن چند هفته پیش وقتی خبرنگارا ازش پرسیده بودن کرده بود که ما هیچ وقت سفارت خودمون مدل آن چیزی که در ویتنام اتفاق خواهد افتاد تخلیه نخواهیم کرد. ما حالا می‌بینیم که این اتفاق افتاده. حتی وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن هم سعی کرد که از این مسئله دفاع بکنه و بگه که این تخلیه نیست که خیلی شتاب زده باشه. و در نهایت هم آقای بایدن الان در راه کاخ سفید هستن از کمپ دیوید، قراره بیان در ساختمانی که پشت من میبینی در سالن کنفرانس حدودا یک ساعت و نیم دیگه، و در پیامی در مورد خروج امریکا از افغانستان با مردم امریکا صحبت کنه.
ممنونم از تو. جواد، از تو بشنویم. هیئتی از افغانستان در اسلام آباد هست، مذاکرات ادامه داره. واکنش ها چیست و آیا اطلاعاتی از مذاکرات در دست داریم؟ امروز در اسلام آباد دو تا اتفاق مهم رخ داد. یکی همونطور که خودت اشاره کردید، هیئتی از در واقع رهبران افغان در اسلام آباد به سر میبره و اینها با وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کردن و پس از آن دیدار وزیر امور خارجه هم در واقع صحبت کرد و از محتوای گفتگوها گفت و موضع پاکستان که حالا من توضیح میدم بیشتر راجع به اون صحبت کرد و قرار است این افراد طی دو روز آینده با مسئولین پاکستانی در واقع رایزنی‌های خودشون ادامه میدن. اتفاق دوم که همه نگاه ها به سوی آن بود و همه داشتن نگاه میکردن که امروز از این جلسه چه بیرون میاد، در واقع جلسه کمیته امنیت ملی پاکستان بود که رؤسای قوای سگانه درش حضور داشتن، نخست وزیر حضور داشت، وزیر خارجه، وزیر داخله و همچنین در واقع مشاور امنیت ملی پاکستان در این جلسه حضور داشت. در این جلسه، در پایان این جلسه یک بیانیه هم منتشر شد. در اون بیانیه بر حفظ جان و مال مردم افغانستان تاکید کردند و گفتند که فرصتی که به دست اومده از این فرصت باید رهبران افغان استفاده بکنند و یک بار دیگر پاکستان هم تاکید کرده که یک دولت فراگیر در افغانستان شکل بگیره و نیز بر این موضوع هم تاکید کردند که همکاری‌های بین المللی بسیار لازم است و پاکستان نقش خودش را در روند صلح پیشتر در واقع ایفا کرده و حالا در واقع بازیگران منطقه و فرامنطقه ای هستند که آنها هم بیان و در واقع به افغانستان کمک بکنند. همین که خشونت ها در دو روز گذشته خیلی بالا نبود، این هم از این هم ابراز رضایت کردند و گفتند که امیدوارند که در افغانستان حقوق زنان نیز رعایت بشه. ممنونم از تو. احمد، از تو هم بشنویم. ساعتی پیش خانم مرکل هم سخنرانی کرد، دیگر مقامات اروپایی هم به تدریج دارن واکنش نشون میدن. از واکنش اروپایی ها به اتفاقات افغانستان بگو. کامیر، امروز در واقع اروپا اول هفتهش رو با التهاب آغاز کرد و دیدیم که به جنب و جوش سیاسی افتاده که مقامات کشورهای اروپایی حتی اگر در تعطیلات باشن، مثل آقای مانوئل مکرون که با اینکه در تعطیلات تابستانی خودش بود، نشست دفاعی این کشور رو، کابینه این کشور رو در واقع با صورت مجازی برگزار کرد که در خصوص نحوه تعامل با طالبان و یا برخورد با این گروه و همچنین نحوه چگونگی خروج کارکنان سفارت این کشور و همکاران افغانشون به بحث و تبادل نظر پرداختن. اما بذار به این اشاره بکنم که خب اتحادیه اروپا هم مثل 70 کشور دیگه که بیانیه صادر کردن از طالبان خواستن که در واقع از خشونت پرهیز کنن و امنیت رو در این کشور برقرار بکنن. با این حال اونطور که آقای هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان امروز بهش اشاره کرد، گفت فردا قرار هستش که نشست اضطراری وزرای خارجه اتحادیه اروپا برگزار بشه، به صورت مجازی خواهد بود و در این نشست در خصوص اتخاذ یک سیاست واحد در قبال طالبان بحث و گفتگو خواهد شد. در کنار اون سفرای کشورهای عضو ناتو هم نشست اضطراری برگزار خواهند کرد، اون هم در خصوص در واقع اتفاقاتی هستش که در افغانستان رخ میده. اما امروز در خبرها اومد که آقای بوریس جانسون با آقای مانوئل مکرون هم گفتگویی داشته. ظاهرا آقای بوریس جانسون قصد داره که نشست سران گروه 7 کشور صنعتی جهان رو با موضوع افغانستان برگزار بکنه. البته آقای جانسون و آقای مکرون هم توافق کردن که در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای رو به طور مشترک در خصوص اوضاع افغانستان و طالبان ارائه بدن. اما مقامات آلمانی هم واکنش های در واقع قابل تأملی داشتن. امروز خانم مرکل اشاره داشت به این که احتمالاً علاوه بر افرادی که قرار هستش که چیز در حدود 2500 نفر هستند به آلمان منتقل بشن، احتمالاً 10000 نفر دیگه از افغانستان به آلمان منتقل میشن. اما نکته‌ای که الان بهش باید اشاره کنم، آخرین خبری بود که الان من روی تلکس خبرگزاری ها دیدم، این بود که یکی از هواپیما که قرار بود بره کارکنان سفارت آلمان و همکاران افغان اون رو برگردونه، نتونست در کابل بنشینه و یک ساعت بر فراز کابل پرواز کرد و در نهایت مجبور شد که تغییر مسیر به سمت تاشکند. با این حال خانم مرکل و آقای هایکوماس امروز
امروز اشاره کردم به صراحت که ارزیابی دولت فدرال آلمان، ارزیابی سرویس‌های امنیتی و همچنین ارزیابی جامعه بین‌المللی از اوضاع افغانستان درست نبود و اونها فکرش نمی‌کردن که با عقب نشینی نیروهای خارجی، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این گونه در مقابل طالبان تسلیم بشن و میدان رو به اونها واگذار بکنند.